سلام با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید هنا ربانی وزیر دولت در امور خارجی پاکستان میگوید که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تروریسم در این کشور تقویت شده است و برای امنیت کشورهای همسایه خطر ایجاد کرده و پاکستان در خط اول این تهدید است و ما میگوید که پیش از این که این تهدید آسیب جدی به پاکستان برساند باید به با آن رسیدگی شود این مقام پاکستان به این باور است که وضعیت ناامن کشورهای منطقه ناشی است پلان برنامه‌ریزی ناشده خروج آمریکا از افغانستان است مهمانان من در این برنامه هر یک آقای احمد سیدی، استاد پوانتون از ازبکستان آقای سید قریب سادات آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو و همچنان آقای مفتی محمد ناصر حقانی تحلیلگر مسائل سیاسی همچنان در استودیو با ما حضور دارند مهمانان از رب بس خوش آمدید میگم سیدی سه اجازه بدید در نخست بحث با شما آغاز بکنم آیا واقعا وضعیت نامناسب افغانستان باعث شده که کشورهای منطقه ناامن شود بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما به برای گرامی جناب آقای حقانی جناب آقای سعادت بیرنده و شما سلام عرضی دارم پاکستان در طول تاریخ سیاست دوگانه سیاست منافقانه و سیاست ماجراجوانه را دنبال کرده و میشه کوشش کرده که مسئله یک بام و دو هوا را مطرح کنه ببینین روز گذشته در جلسه موریخ در جرمنی بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان میگوید که در افغانستان غیر از داعش برای طالبان دیگه هیچ و تهدیدی وجود نداره و دیگر کسی نیست که بتانه حکومت موقت یا حکومت طالبان را کنه و از طرف دیگه باز دوستی بسیار شخصیش یا به اصطلاح معاونش خانم رارانان که دوست شخصیش هم هسته خانم رارانبانی میگویه که بعد از رفتن خارجی ها در افغانستان تورورز بروش کرده تورست تقبیه شده ما را تهدید میکنه شما قضاوت کنید طالبان افغانی را پاکستان یک حقیقت بگه که باید بگویه اما طالبان پاکستان اونا هم با این ایدئولوژی با این نظر با این مبارزه با این اسلامیت با این انسانیت باور دارن اونا رو و مرتد میدانه حکومت پاکستان ملاهای پاکستان چی میگه؟ میگه که در افغانستان جهاد روا نیست ولی در, پا، در, پاکستان روا نیست در افغانستان روان بلند پاکستان سیاست منافقانه و دو داره و میشه کوشش میکنه چه، چرا داره پاکستان همیشه به اشاره امریکا رخصیده و آخر هم میرخصه و ایدان ادامه میده به خاطر اینکه ای پاکستان در حال حاضر اقتصادی بسیار ضعیف و ناتوانی داره پاکستان به کمک امریکا به خاطر مجادله و جنگ با پی یا تی, تی یا طالبان پاکستانی به پول ضرورت داره چاپلوسی میکنه به پاکستان به امریکا که این گفار بگوید تا امریکا به بانک جوانی بگوید که به پاکستان قرضه بدید تا امریکا پول بده که به اردوی خود کمک کنه بنان ما پاکستان را یعنی سیاست مداران پاکستان را. ملت پاکستان جدا است مردم پاکستان, بله. پاکستان اما پاکستان اما هست. اما این بحث های کمک متفاوت است سیدی صاحب خود هنا در قسمت از صحبت هایش میگه که وضعیت ناامن کشورهای منطقه و همسایه افغانستان به دلیل پلان برنامه ریزی نشده آمریکا همین گونه است ببینید هناربانی مقامش بزرگتر یا بلاول بوتو بلاول بوتو میگه که عبارت در کابل غیر از داعش که با مشکل است دیگه چیزی وجود نداره با هناربانی میگه هر چیز وجود داره یک دوم اینها کسانی هستند که چیزی که امریکا برشان بگوید هدایت امریکا عملی بیکنند من باور دارم که این گفای هناربانی نه ارزش سیاسی داره نه ارزش اخلاقی داره یک خانم از سر و کله ایش ببین قواره ایش ببین حجاب ایش ببین چادر ببین هر که گفته گفته پس بهتر است اگر پاکستان میگه اسناد دلایل شاهد درو کنه بدون شک اینو من میدارم که پاکستانی ها نسبت به کسانی که حال در افغانستان در حکومت هستن یا کسانی که در گذشته بودن تو به بهتر میدانه پاکستان بهتر میداره که لشکر تیبه کجاست سپاه صحابه کجاست سرفروشان اسلام کجاست داعش کجاست القاده کجاست تو کجاست پاکستان چون مرکز همه تحولات بدبختی منطقه است این را به درستی میدانه پاکستان که هرچی میگوید به شخصی می که علفای سیاست میخواه پاکستان همیشه فریبکار بوده و همیشه می منطقه بوده می منطقه برای کی برای امریکایی ها بسیار تشکر سپاس گذاره است محقانی شما را به بعض خوش آمدید میگم افغانستان یا بر کشورهای منطقه یک تهدید است؟ بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد اولا حمله احمدي صاحب بر شما بري اوقاي سيدي صاحب و بري استاد صاحب محترم بر تمامي نه سلام او احترامات خضر ميدارم بعدا اګه بي وینيم كې ايا دره گذشته ايا افغانستان يكى خطر بري جهان واقع شوده يا بري كشورهاي منطقه واقع شوده ياني در 20 سال گذشته خو ما شمه شهيده حالي از ياستيم كې هيج گا ياني دره حالتي كې افغانستان هيج گا امن تر نه بود در 20 سال گذشته ياني افغانستان يې ته بودن كې يګه وويم كې یني سطحا حاکمیت وجود درشتن په سطحا نوم اسلام بغیر از یو کدیجه یک طرف حکومت بود یک طرف دیګیشان امارات اسلامي بودن لیکن در زمان فیلی ک دیجه یک حاکمیت آزاد حسن مستقل هستن و که کمیتی نسبی سرتاسری در افغانستان قائم کرده و ما شمه مبینیم کی بغیر از یا که در اینجا یعنی نیروهای امارات اسلامی هستند اما افواهایی که یک وخت میگفتن کی در افغانستان 30 گروه هستند 25 گروه هستند و یا هم در این وقتا افراد یگان کشورهای همسایمون به بخاطری فشارها یا به بخاطری وی وارد کردن فشارها میگه کی در افغانستان گروههای به اندازه‌ی حروف الفبا هستند به اسلام یعنی ای غفال مونه وشنیدیم ک پر مثال باز هم دعوا میکنه در مقابل شون دیگه مردا ما دعوا میکنه ک نی بغیر از گروه پر مثال کی اونها گروه خارجی هستند یعنی خارج هستند او دیگه گروه وجود ندارم ما یک چیز با صراحت گفتم میتونیم چقدر ک ما املا ایجا به چشم دیدی خود میبینیم و حقیقت را باید فرهان نکونیم کی هیچ گا هیچ کسی در زیر سلطه امارت اسلامی نفوذ کردنه میتونه و شاید کی نفوذ هم نتونه به خطر زمیا کې امارات اسلامي بسیار متحد به یو هستند کې هم به صلاح سرزميني خپله نگاه وکنه او هم به ايام توجه بشه او تعهداتي کې در دوحه قطر شوه کې دروجه يعني به صلاح وګيم کې خطر نانداختن از خاک افغانستان دیگه کشورها چی همسایه باشه چی کشورهای دور و منطقه غربي باشه هم. ایګه په د وخت مټرم میشه کی کشورҳои غربی به خاصره مرسلمي فشارҳо را وریده کولم بازيګان کفرҳои همسایمون نیز انې قسم افواحات را منتشر میکنه او نشوپښ میکنه یا انې افواحات را میگه چې پرمثال در افغانستان ګروپҳои مختلف هستند یا در افغانستان ګروپҳои هستند چې خاکه ما در خطر ازونو افراد هستند اول خو یا چې پرمثال تا حال در 20 سال گذشته حتی در یعنی او وختي چې پرمثال امریکا سره افغانستان حمله کردند در او وخت بنام تروريزم یا بهانې تروريزم تروريزم تعریف نشودم هیڅ ګا نه از سوی کشورҳои غربی ناتو تورریزم تعریف شونونه هم فعلاً تورریزم تعریف شوه اگر تورریزم ما چند یعنی همیش میګم اگر تورریزم افغان‌ها باشه خپان‌ها هیڅ ګا تورریزم نشته اگر تورریزم هدف شون نیروهای امارات اسلامی باشه یا به با اسلام متقیدین امارات اسلامی باشه هیڅ ګا یا تورریزم میستان چرواکی ای با خاک خود با اصلاح دینی خود و بیل خصوص به میعاناتی افغانی خود معتهد هستن و هیچ گناه میخواد که با باشند. پاکستان با نگرانی ایش یک مقدار ساده ساخته حقوقی پاکستان میگه که ما از آدرس افغانستان تهدید امنیتی میشیم. تروریسم باعث جداست اول خویا که ما شما میبینیم که هیچ گا اتو ثابت نشده یک موضوعی که در وقتای اخیر در پشوار رخ داده شدن و سوی وزیر خارجه ما شما ینه میر خان متقی صاحب براшон ینه یک تلقین دادن که شما هداقل یک تفتیش وکونین یک جستجو وکونین که انی حمله ایا چرکی در روز اول شون گفتن کی شاید از خاک افغانستان شوه باشه خو او بازما شمو که در ویدیوه ها دیدیم نه از خاک افغانستان بودن بلکې مشکلاتی درونی خودشان هستند چی در ایران باشه و چی در پاکستان باشه یا هم چی در کشور های دیگه باشه چرکی در انی جهال یعنی حاکمیت وجود حاکمیت نيستن کی یعنی یک قریه هم از حاکمیت ازیا بیرون باشه بلکې حاکمیت هستند کی در 34 ولایت قریا قریه کوکو در 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 زیر سلطه امارت اسلامی هستند و هیچ گاه ما شما شاهد حال هستیم چند روز پیش در کابل به اصطلاح با بهانه از یا کی مردم به ترکیه میرن یعنی یک چند نفر در یک خانه از امو خلای پر مثال یا نارشی استفاده کرده بودن یک جای جابجا شده بودن در شوی در به اصطلاح سوی ارگان های کشپی امارت اسلامی کشف میشه و از بین برده میشه این یعنی بهترین یا بگویم کلانترین فیروزی امارت اسلامی هستند که هیچ گاه هیچ دشمنینه مېتونند از زیر سلطه شون به اسلام نفوذ وکنه ژوندۍ وکنه و یا هم درې جمراکیز وسازه و یا هم یو جغرافیه بسیار محدودې باندزې یع قريه و در سلطه زیر سلطه ایشان داشته باشه بس امارت اسلامي به تمام تعهداتشان کی انها به اسلام هم در دوحه قطر کرده بودند او چې در سفرهای دیګې پر مثال کې بکشورهای همسایمون داشتند در منطقه پر مثال بل خصوص سمت شمال ما کې پر مثال اکثر وخت انهای قسم نارضتی خود نشون میدادن با آنها یک قسمی یعنی به اصطلاح اگر بگویم تضمین داده که هیچ گاهی تو یک کار صورت نخواهد گرفتن باز هم اگر ای تو یک واقعیه بر مثال در کشورهای همسایمان یا در دیگر کشورها صورت میگیره حد اقل باید یک شواهد پیش شود شواهید که اونو شواهدشان یا ارتباطشان با افغانستان باشه ارتباطاتشان با افغانستان باشه و یا هم اون افرادی از افغانستان آمده باشه به شایعات و به اتهامات هیچ چیز نمیشه و هیچ گای مرا اسلامی به شایعات و اتهامات کشورها یا همسایه باشه یا غیر همسایه باشه و قدر اهمیتی سپاسگزارم تحول پس از وقفه به میگه برنامه بازم خوش آمدین سادات سب شما رو به خوش آمدید میگم تازگی نداره ای که پاکستان نگرانی میکنه از آدرس افغانستان و میگه که تهدید امنیتی میشه بارهاست که ای کشور در مجامع مختلف در استیج های مختلف همی موضوع رو مطرح میکنه چگونه میشه که به ای کشور پاسخ داد که قرار نیست از خاک افغانستان تهدید شد؟ به یاد خدای بزرگ با درود و سلام حضور شما بینینده های عزیز همکاران شریک در بحث و همکاران تخنیکی البته بعض موقع آدم تعجبم نمیکنه که پاکستان چونی و چنان ابراز نظر بکنه یا وزیر اش در منیخ یا هناربانی در پاکستان خاطر که پاکستان همیشه سیاست چندبودی داشته و همیشه میخواهد به یک نوع خود براعت بده یعنی پیش جهان سفید نمایی بکنه مثلا موضوع رکال که ما مورد بحث قرار میده میگه داعش در افغانستان تهدید است افغانستان بیشتر از یک و نیم سال میشد که مثلا از زمین و هوا به یک کنترل میشه و هیچ کس رفت آمد وجود نداره داعش هم یک پدیده افغانی نه بلکه بیرونی است حالا خود ما فکر کنیم مثلا وجدان خود پاکستان قاضی بسازه ما دو موضوع رو میخوایم بگم که این دایش از کدام مسیر از کجا به خاک افغانستان آمده و ایران میگه که اکثریتش خارجی یا بیرونی هستند در،, در, کجا بودن از کجا با کدام طریق آمدند در میدان های افغانستان خو تو امکانات نیست که از طریق میدان های افغانستان آمده باشه در طول همی اجده ماه بیشتر از این یک موضوع دوم هم ما شما در تا قضاوت تاریخ میبینیم که تاریخ در رابطه با منطقه یا افغانستان و یا جهان چی چیزای داشته و میخواد بگوید در زمان تهاجم اتحاد شوروی مردم افغانستان به حد مقاومت کرد که خاک افغانستان مورد تجاوز خاک افغانستان مورد تجاوز قرار گرفت و پاکستان از او نجات پیدا کرد یعنی در اثر قربانی مردم افغانستان امو تعهدشان و مردانگیشان ولی برعکس پاکستان برای اتحاد اتحادیه اروپا یا ناتو از خاک پاکستان از کراچی تا ترخم گل داشتند و افغانستان مورد تجاوز آمریکا قرار گرفت یعنی ای که سیاستشان روششان گفتارشان رفتارشان هیچ وقت یک نو نبوده صادق نبودن و همیشه میخوان خود برات بدن آن پاکستان که در یک بمبست سیاسی بمبست اقتصادی در غرق شدن در بیعدالتی اجتماعی که چند خانواده و چند نفر یا چند گروه بیشتر از چل سال میشه و حاکمیت در انحصار خود گرفته و نما میخوان سفید نمایی بکنن با یه هیچ مشکلاتی که فعلا افغانستان نظر به دیگه کشورهای منطقه در شرایط فیلی که مقایسه میکنی اصلا موضوعاتی که بحث میشه نیست خاطر ازی که هر کس میتونه که از خاک افغانستان دیدن بکنه و مشکلات افغانستان تحلیل بکنه بررسی بکنه اگر مشکلاتی هم وجود داره عامل باعثش امی شده که اجازه نمیدن که نظام با پای خود استاده شوه اقتصاد کامل شوه رابط بین المللی به اصطلاح گسترش پیدا کند طبعا. منابع بین المللی یا بیرونیا بیای از وضعیت افغانستان دیدن بکنن و ببینن اگر در افغانستان کدام برد. جای مشکل یعنی نگرانی های پاکستان هم ناشی از اون برنامه های استراتیجی که از میخواین حکومت در افغانستان پا بر جا باشه ببینه گفتم چند بود دار اول پاکستان حق نداره که از آدرس افغانستان در استج بین المللی صحبت بکنه افغانستان یک کشور مستقل است دوم هم ای که نمیخوایم که مثلا دیگه پاکستان سفید نمایی بکنه و برای خود همیشه راه را پیدا میکنن که مثلا مردم دنیا فکر بکنن که بله واقعا مردم افغانستان مشکل داره حقوق بشر در ایجا نیست در پاکستان در کجا حقوق وجود داره کیا به حقوق خود رسیده اگر اونا به حقوق خود رسیده میلیون ها نفر چرا در خیابان ها هر روز تظاهرات میکنه وکیل پارلمان یک مملکت که مسئولیت داره در تمام دنیا چرا در پاکستان دو سال زندانی میشه یعنی این نوی از بیعدالتی است و نوی از سفید نمایی است که میخواید به یک نوع خود نشان بدن که بله پاکستان هناربانی این معاون وزیر خارجه است و مشکلات وجود ندارد یا بعض موضوعات را میخواهد برای دنیا نشان بدهد که بله در پاکستان دموکراسی است انتخابات حالا که هیچ چیزی که در دیگر دنیا وجود دارد در پاکستان وجود ندارد امی چیزایی را که ما یادآور شدیم یا یادآور میشیم یا کسی که اصلا هیچ نه مربوط افغانستان باشه نه مربوط پاکستان قضاوت بکنه که آیا پاکستان در بازی 43 ساله افغانستان بی‌طرف بوده مظلوم بوده صدمه دیده یا این منفعت برده با اصطلاح برنامه های خود گسترش داده توسیع داده از خلایی که در افغانستان پیدا شده استفاده کرد حتی امیال میخواهد که چینایی را به یک نوه در گروه خود داشته باشه نمیگذاره که در افغانستان مستقیم سرمایه گذاری بکند یا اگر امریکایی یا اروپایی ها میخواد نزدیک بکنه خدا و حکومت و یا شرایط پیشکش بکنه مگه بیاین از طریق ما خب پس معلوم میشه که پاکستان در قضیه افغانستان صادق ده نبوده صادق نیست و صداقتشان هم در آینده هم در شک است سپاس گزارستم سیدی سی بالا اگه فرض بکنیم که پاکستان در قسمت نگرانی امنیتی که از آدرس افغانستان مطرح میشه سیاست دوگانه داره کشورهای دیگری هم در همسایگی افغانستان هستند که با این کشور همصدا هستند مثل تاجکستان که همواره نگرانیاش را مطرح کرده مثل ایران که که در یک نشست که در روسیه برگزار شد تحت نام فارمت مسکو گفتن که از آدرس افغانستان نگران است من میخوام بسیار ساده و کردکی و گوتینی بس کنم وقتی که پاکستان خود را دوست طالبان یا دوست امارت اسلامی در گذشته و حال میدانه او آواز بلند میکنه که توریسم در افغانستان از توریسم در افغانستان ما رو و و را تهدید میکنه ازبکستان و تاجیکستان و کشورهای دیستم به اصطلاح چاغو شاندسته پیدا میکنه اونا هم گپ میگن یعنی پاکستانی گپ به دوان دیگر آمده یک یعنی دوم پاکستان چرا این کار میکنه ما امیدوار که جناب اخوری صاحب گپای بره به دقت بشنو پاکستان دو حلف داره هدف اولش است که طالبان افغانی یا امارت اسلامی در افغانستان باید با طالبان پاکستانی یا تی, تی پی جنگ کنن راکت بگیرن تفنگ بگیرن اونا رو بزنن بکوشن، از بین ببرن طالبان پاکستانی که مانند طالبان افغانی مسلمانن مبارزه میکنن کشتون هستند از همین منطقه هستن تایی بیس سال حد یقل لغمه نان خود با طالبان افغانی تقسیم کردن اگر طالبان افغانی به گف پاکستان به گف حکمت پاکستان سلام میگیرن تفنگ میگیرن علیه طالبان پاکستانی میجنگن باید آدم به باورشان به اسلامیتشان به انسانیتشان شک کنه یک دوم چرا پاکستان این خو یک میخواد که طالبای پاکستانی رو طالبای افغان بزنه اگر نمیزنین ما شما رو میکنه که شما تو روز پروریم. یک دوم چی میخواد پاکستان از نگاه اقتصادی در حالت انفلاسیون یعنی بعد بر هم شکستگی است به کمک امریکا احتیاج داره چین اونقدر پول نمیده میخواد سناریویی رو به کار بندازه که ما از تروریسم تهدید میشه شما تهدید میشه میداند پاکستان که 20 سال افغانستان تخته شطرنج بوده دور از بایم شده حالا میخواه پاکستان منبع اقتصادی استخبارات امریکا باشه تا امریکا دلار را به بوجی بوجی روان کنه پاکستان فوج خود تقویه کنه پاکستان مصرف کنه به مانع تروریسم پاکستانی ها یک سناریو ساختن من آقای حمیدی به شما عرض میکنم که پاکستان به طول تاریخ طول کار حکومت هر میگم بازم تکرار میگن که مردم شلیده است بدون اجازه امریکا گام بر نداشته ور نمیداره هر که امریکا توسط ساز پف کنه پاکستان امور از بینی و دهن خود بدر میکنه اگر شما میگون که رهبری پاکستان یعنی از حکومت پاکستانه حکمت و مسئولین سیاسی از اینا اینا ارزش های اسلامی و انسانیت میفهمن به این باور نکنه عوام شده است بلند پاکستان به خاطر پیدا کردن پول به خاطر جذب کمک های امریکا به خاطر این که طالبان افغانی را مجبور کنه که علیه طالبان پاکستانی بجنگد طالبان پاکستانی به قبایل اگر بجنگد کار خود کنه. ما رو چی قرد ما باز تکرار میکنم اگر طالبان افغانی به دستور پاکستان سلام میگیرن علیه اون را بجنگد مردم افغانستان حق دارند که به باورها و عقیده ایدینا شک کنن بله حالا بحث به ایران و تاجکستان مان سیدی سیدی کشورهام، بسیار به گونه سره نگرانی هایشان را مطرح میکنند، هم صدا با پاکستان وقتی که حداقل یک همفکری در منطقه در رابطه به یک موضوع مشخص به وجود به فکر نمیکنیم که میتونه دید تمام دنیا را در قبال افغانستان تغییر بده به عرض کردم که پاکستان وقتی که با طالبان در گذشته رابطه تنگ و تنگی داشته در همسایه افغانستان است وقتی پاکستان آواز بلند میکنه که توریسم از طرف از داخل افغانستان ما را تهدید میکنه بنابراین من گفتم که چاغوی ازبکستان و تاجیکستان و ایران هم دست پیدا کنه. همین که پاکستان میگه خب بیا نشان بده بگو نه ای ای, ای, ای نشان بده کی از کجاست؟ است بنابراین من شخصا به شخصا همیشه یک چیز فراموش نکنید از دگاه سیاسی پاکستان و ایران همیشه سیاست افراد کردن یعنی کوشش کردن که اجنتوری کنن جاسوسی کنن افغانستان همین از ایران هم در باره طالبان به خدا در منافقت است پاکستان هم به خدا در منافقت است انا. بسیار تشکر سپاس گذار استم سب جواب بر از این کشورهایی که نگرانی دارند و هر از موضوعات در هر جای مطرح میکنند چی میتونه باشه؟ اول خویا که نگرانی این کشورهای همسایه چی شرقی باشه و یا هم چی شمالی باشه باسطلا ب اسبات رسونه نه میتونه کی سوی افغانستان برشان کوم مشکل مواجه شده باشه چرکه ما وخت هم گفتیم و نظر به تاییدی آقای سیدی سیب کی پرم سال در افغانستان فعلا یک حکومتی مستقل وجود درن هیڅ ګوب اصلاح ته حال اسیر کسی نیس کوم کشور او کوم استخباراتی به صلاح وګیم کی جهان او منطقه نستان و جهان هم زیاد کوشش داره که در افغانستان باطله بهیک با نونبهیکنوع با بطله عمارات اسلامي را در یک جبهه دروني یا بیرونی داخل بکنه خو عمارات اسلامي بریا متوجه هستن و همیش تقریبا چقدر که ما می بینیم و عملا مشاهده میکنیم امارات اسلام خواهان ارتباطات هغه سره د بښورای همسایه او منديقه او جهان هستند کی هم کشورای همسایه همیش از اتهامات او به اصطلاح فشارای ګوناگون استفاده میکنن تا به طونه به اصطلاح سرماره اسلامی غیر مستقیم یا به شکلی غیر مرئی به اصطلاح اتهامات او فشارای خود وارد بکنه بعض ان قسم غبها را مراد میکنن به اصطلاح زمزمه میکنن اگر ببینیم مو شما اگر ایران ادعا میکنه موضوع ایشان داخلی هست حج ربط با اماره اسلامي نداره ده حال هيچ يعني استخباراتی ایران ته حال ثبوت карда نمیتونه کی در موضوعی فعلی شون د استعمال اسلامي باشه پاکستان موضوعی شون هر چیزی کی در پاکستان هستن اگر به صلا بگویم کی وضعیت وخیم اقتصادی هست سیاسی هست روانی هست و دیگر هستن هیڅ ربط به افغانستان ها و مرستامی نداره چورا کی او موضوعی درونی خودشان هستن قسمی کی امارات اسلامیه در ایجاب به صلا متحد و فابند به یا هستن کی جرګهونه امنیت بکنه هم قصو کشورها هم باید متحد به خاک خودشان باشن با این کشورها ثابت ساختن نمیتونن که همچون یک موضوعی وجود داره اما به خاطر از اینکه دیگر همچو مباحث مطرح نشه دیگر افغانستان در دید جهانیان به عنوان لانه تروریسم شناخته نشه چی گونه میشه که قناعت کشورها را حاصل کرد؟ شما را میداشته باشم؟ ساسی... می بر... اما پیش از اون وقفی کتا مه یو بس پوزم خوش آمدید بفرمایئ خو نسئ اول خویا ک هیڅ کس پیش هم ثابیت карда نه میتونستان ک افغانستان لانه توریسټا یا توریزم هستن و فیلا و ما و ما بعد هم یعنی ثبوت نه خواند ک افغانستان لانه توریزم هستن ኢکه افغانها به اسلام وخت هم گفتیم ک ته حال غرب هم در انی لغت خودشون بنمونه ک توریزم ته حال تعریف نکرد او تعریف карда نه میتونان بلکه وخت کې دريجه بودن بر افغان هاتو توريزم میگوفتن او بر مجاهدين مارستامي توريزم میگوفتن غربي ها اني اشغالګرایي کې د افغانستان اومده بودن و, و فعلا هان اگر کشورهای همسایې ما انقسامی یک فر مثال یک قسم, قسم نگرانی خو به اصلا نشانه مېته کې د افغانستان توريزم هستن توريزم اصلا د هلال بنځي افغان ها تعریف نشوده او در افغانستان هیڅ توريزم وجود نداره او یک تروریزم که به نام برمثال خوارج یا داعش هستن او جهانی هستن او هم فدیده غرب هستن هیچگاه و ار یک گپ دگر هم واضح بوم که او فدیده یا پروژه غربي ک هستن هم کشورها همسایه ما قطان شریک هستن او کسا که در کشورهای همسایه ما زندگي تیر کرده باش او عملا میفاهمه

چه پاکستان باشه چه ایران باشه و چه هم کشورهای همسایه شمالی ما باشه به اصطلاه بگویم که یک اوقده درونی در قلب شان وجود دارد که تا باید همیش بهخاطر مفادات ملی خود باید افغانستان را لانه تروریزم خطاب بکنه بخاطر از همیا که میتانه از جهان یااز ملل متحد باید بومک ن یک فند بطهف استان فب وب افغانتانچبا داشتم بخیسه مییهتتای کسمه کې یګا سیدی صاحب سعی سره نشورہ کردن چې تقریبا درې یکونیم سال فکر میکرم استاد صاحب سره نشورہ کردن چې د یکونیم سال یعنی هوا زیات کشورها یعنی به صلاته حال هوا از سوی فضا افغان‌ها را یا جغرافی افغانستان را زیري به صلاته وګیم چې زیري په کس خود گرفته تا اینجا ثابت بکنه که کدام چیزی هستن یا نیستن یک موضوعشان ای از ایمن الزواهری بودن که او هم دروغ ثابت شدن ما شما شاهد حال هستیم چند روز پیش بیانیه رسمی شان نشر شدن او دروغی که جهان یعنی یک به شکل بسوی جهانی دروغ گفتن ما شما شاهد حال هستیم چند روز پیش به اصطلاح بیانیه رسمی شان نشر شدن که در سال 2023 به اصطلاح به موضوع فلسطین گپ ای یک به اصطلاح یک دلیل هستن خودشان دلیل پیش کردن نمیتونستان از امارات دلیل میخواستن دامی... این دلیل خودشان القاعده باشه پیش این پس این موضوعات به خاطر رئیس از سازمان پیشن امنیت پیشن جمعی <تصفح> که با با یک کمربند بسیار زخیم از امنیتی را در مرزهای شمالی افغانستان با کشورهای آسیای میانه دارن گفتن که حدود 4000 دایشی در مرز افغانستان با تاجکستان جابجا شده پاسخ امارات اسلامی چی بود ام یک چیز باید یادآوری وکونیم کی همې کشورهای همسایه به شمول انې کشورها کی هالا انقسم دعوا ها و داره و در کل غرب زیات کار کردن تا در بین امارات اسلامی یک تفرقه را به میان مندازم مخ بغیر از یو کی بگویم کی در سمت شمال امو یا کی دعوا داره کی 4000 یا 6000 دایشی وجود داره بغیر از یو کی ما بگویم کی در اوجا در تمام سرحدات افغانستان چي شمال باشه چي جنوب باشه چي شرق باشه چي غرب باشه نيرو هاي امارات اسلامي وجود داره بس به هزار هاني اگه وګيم به ده ده ها هزار نيرو هاي امارات اسلامي وجود داره در سرحدات افغانستان چرواکي امارات اسلامي به محافظتي سرحدات شان کار ګفته ايتوني مانند دي در وخت جمهوريت وركي پسته ها راز يا خاک ها را ميفروختن به اصطلاح نه خير امارات اسلامي حاله فهميده كي تا وختي كي سرحدات شان محفوظ باشه درون یا قلب افغانستان محفوظ هستند اگر ده. سرحدات ی افغانستان محفوظ نباشه قلب یا درون افغانستان هم محفوظ ماندی نه میتونه پس چی به معنی کی یا با دوجا 4000 6000 1200 یا 2200 نفر یا 100 نفر دایشی دایشی کی یعنی به اصطلاح وګیم کی کلان ترين دشمنه ما دایشیا هستند قسمی کی ما با اشغالگرای اومده به اصطلاح وګیم 84 کشور ایجاد جنگ کردیم یعنی به همون قسم با یو هم جنگ میکنیم چرته کی آنها به اصطلاح وګیم دښمن بشريت هستند چی به وانه کی دښمن افغانها هستند آنها محربانی وکنه د کشورای خپلوشان جهاد وکنه در افغانستان لله الحمد نظام اسلامي حاکم هستند هیڅ چیزی غیر از اسلام وجود نداره بس هیڅ چیزی دعویشان مشروعیت یې لري نداره بس آنها ما میفهم کی او آنها از کوم کشورها هستند چند روز پیش ما در مطبوعات دیدیم کی فوجی های اوکراین یا نیروهای کی در اوکراین میجنګا نشان های داشیا داره چی معنا مته په 100 درصد ای پروژې همون کشورها هستند همون مردمو ها هستند چې در افغانستان استفاده یې میکنه او چې در اوکراین استفاده یې میکنه ما شمه شایید خلاصې شم شما د تعلق تو نيسته چې چیز په معنا

تمام چیزا به اصطلاح بگیم که هر قسم بخی همان قسم میشه هیچ جای ما ندیدیم که هوج فرام سال کدام مخالف امارات اسلامی وجود داشته باشه بسیار تشکر صادات صاحب یا نگرانی کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا در رابطه با مسائل امنیتی ناشی از عقده درونی کشور ماست ببینید یک چیز را خال شما متوجه میشیم که در افغانستان نظامی که فعلا سر اقتدار است اسلامی بر بر رسمیت نشناختن از این بهانه مختلف میارن گاهی حقوق بشر گاهی حقوق اطفال گاه هم حکومت غیر مشمول و گاهی هم که بسیار بتنگ شوند و تمام زینیت ها و اصطلاح رفع شوند و یک وقت ببینیم بگه ما تعامل هم میکنیم مکاتب هم خلاص میکنیم و خلاصه همه چیز هم میکنیم باز آخر همین موضوع رو پیش میکنن که خب بیاین با خودتان یا در داخل افغانستان چونین و چونان است کجا بجنگین ما مردم افغانستان باید هوشیاری خود دیگه حفظ بکنیم بفهمیم که دشمنای ما که برای ما اشک تمسا میریزن با ریختن اشک از وا خود فریب ندیم وطن خدا خراب نکنیم جلوی جنگای نیابتی رو بگیریم جلوی توتیه ها و دسیسه ها رو بگیریم خب بر از اینا چه مانده؟ اگر مثلا بگن که حکمت ایران یا حکومت پاکستان یا حکومت تاجکستان خب تاجکستان 25 سال 30 سال میشه که یک رئیس جمهور ششته یک خودش است یک خانوادهش است مردم دنیا چرا نگرانی نمیکنه؟ حکومت آزربایجان به مو شکل است چرا مردم نگرانی نمیکنه؟ حکومت به اصطلاح روسیه یا پهلوی روسیه سفید دیگه کشورهای همجوارشان هر کدوم شده سی سال بیس سال حکومت و حاکمیت دارن حقوق بشر تامین نمیشد و یک نوی حکومت است که مردم مثل ماشین کار میکنه چرا حقوق اونها در نظر گرفته نمیشه اینا کلگی کل افزار است وسیله است و بهانه است به خاطر چی به خاطر سفید شدن از یا که منافع خودشان در جایی که نفته باشد با اونا میخوان سازش بکنن یک طرف ببینید صحبت های زیاد چقدر زد و نقیز است همزمان اگر پاکستان صحبت میکند صحبت امروز و فرداشان تفاوت داره اگر جامعه جهانی ده فکر میکنه مثلا نظر میده یا پیشنهاد میکنه افکارشان هم متفاوت دیدگاهشان متفاوت عملشان متفاوت است چرا یک دید واحد در رابطه با افغانستان پیدا نمیکنن افغانستان کشور اسلامی است 99.9 درصد مسلمان است ما اینی شرایط برای امارت اسلامی پیشکش میکنیم یک منفعت دو مزیت سه خوبی ها چهارم امکانات پنجم یک در 20 داره امارت اسلامی هم شرایط شرایط خود بگه افغانستان یک نظام مقتدر ساخته میشه و تمام موضوعات حل میشه هیچ کس حق مداخله و توطئه و نظر و چیزا رو نداره اما اینا نمیخوان ببینید خوب فکر کو همین هفته که, که گذشت یا ماهی که گذشت بحث حقوق بشر و مکاتب و پانتون و بحث ها سرد شد حالا دیگه خریدار ندارد رسانه نمیشد امروز بحث یک چیز پدیده ناشناخته را که مثلا هیچ کسی نیست که نظام تهدید کنه یا وضعیت منطقه را خراب بکنه یک پدیده از است خب این پدیده در کجا است چی است چرا رهبر رو تا امروز شما نشناختن و امروز ده میلیون دلار سر از او جایزه میمون یک گپای حرفایی است که مثلا برای کشتن یک آدم برای تهدید کردن یک آدم برای تهدید کردن یک کشور برای بی‌ثبات ساختن از کشورها اینمی و ابزار و وسایل تکتیکی یا با اصطلاح پنهان استفاده میکنن و استعمال میکنن آیا نمی فهمن امریکایی ها از عمق 400 متری زمین خبر دارن که در عمق 400 متری یک میلیون تن نفت در فلان نقطه دنیا هست آیا نمی که در سر زمین در کجا چه واقعه چه اتفاق چه تغییر و تحول میه؟ ای می این می که یک دانه با اصطلاح بالون چینایی در فلان مملکت در نزدیکی آمریکا یا آمده او را شناسایی میکنن در حال که او میفهمن که این با چه شکل آمده یا چیز جز در افغانستان نمیفهمن که در افغانستان چی وضعیت است و امی حقوق بشر کی امروز داد میزنه دروغ مګن مګن 28 میلیون مردم اجازه زیر خاطف فقر است بر برنامه کوټه مدته زیات چی از بر متوسل مدته زیات چی از بر طويل مدته زیات چی از بر طفل از چتو شرایط زندگی مساوی چا ما جهانیو چتو میتونیم در 40 سال تمام جنایتکارای دنیا آمد جنایت خدا کردن بمب بریختاندن توپ فایر کردن راکت های خود استعمال کردن تارای خود استعمال کردن سرباز های خدا اینجا در پیلگون های افغانستان جنگ دادن دوباره برای یک جنگ رقابتی خودشان خاک افغانستان را به این بدبختی کشاندن و امروز میخواین که اشک تمسا بریزند و مردم افغانستان یا دنیا را بگن که حکومت فلان کشور اگر واقعا راست میگن هر سال هر کشور را میبینی با 50 میلیارد دلار و 100 میلیارد دلار اکتفا نمی دو بودجه نظامی خود توسعه میدن چرا این نیره در رابطه با حقوق انسان با اصطلاح حقوق حیوان حقوق بشر و آسایش و آرامش انسان ها استعمال نمیکنه اینا دروغ میگن و در مجموع افغانستان یک ابزار وسیله ساختن که این سوژه بسازند و از ای استفاده ابزاری بکنن سپاسگزارم از که برنامه پس از وقفه ادامه برنامه بازم خوش آمدین سیدی می میخوایم بحث بندی بکنم حالا در نهایت اگر پلان است اگر دسیسه است یا اگر توتی است که همه روزه یک سوژه به خاطر بی‌ثباتی افغانستان وجود داره و در قدم نخست همسایه های افغانستان این سوژه را تعقیب میکنن چه باید شود عکس العمل باید چی باشد رای حل چی است متاسفانه خیلی برای من است ما خواهش آرزو هدفی که کشورهای منطقه و فرا منطقه داره از ما ما هرگیز برآورده نمیتونیم بسیار ساده میگم ایران در افغانستان حکمت میخواهد که مردمان شعه با قدرت باشن مخالفت شدید با عربستان سعودی و امریکا داشته باشه پاکستان در افغانستان حکمت میخواهد که مزدور باشه استقلال و آزادی نگه دیورند و رسمیت بشناسه مخالف هندستان باشه هندستان حکومتی در افغانستان که مخالفی پاکستان باشه روسیه حکومت میخواد در افغانستان که مخالف امریکا باشه امریکا حکومت میخواد که مخالف روسیه و چین باشه با این بازی هایی که ما اقتصاد نداریم زوف اقتصادی داریم ناتوان ما خواهش های دینار برامارده نمیتونیم از مدت کمی که امارت اسلامی به قدرت او سفیر ایران میگه اول شما حقاوی ما را بتید ما شما را نمیوریم از طرف مسئله مسئله خوش میگه چرا بند میسازید بنا ما زمانی میتونیم ما زمانی با این چالش ها مقابله کنیم که مرد و زن افغانستان چی طالب چی غیر طالب چی اپوزیسون چی خوشمه همه ما دست به یک که بیتیم برادر یک دیگر شیم یک دیگر بپذیریم در پلو یک دیگر قرار نگیریم وقتی ما میتونیم با مقابل این توتای پاکستان و کشورهای دیگه مقابله کنیم که ما حکمت دوری را در افغانستان یک مسئولیت بدونیم یا خدمتگذاری گذاری متاسفانه جناب اقوانی صاحب گفر بشنبه تا بعضی همه رو نمیگم بعضی از طالب ها حکمت افغانستان قنیمت جنگی میدارن نه حکمت یک مسئولیت است. حکمت یک خدمتگذاری است. نه یک قنیمت جنگی طالب که ما امریکا شکست تا حکمت گرفتم قنیمت جنگی بنابراین بهتر است که پشتون تاجیک هزاره ازبک به هر نامی که بودیم اگر اگر جهادی بودیم اگر طالب بودیم اگر جمهوریتی بودیم که در, در خیانت نکرده باشیم پلو یک دیگر قرار گیریم کشور خود نجات بدیم در غیر از او این کشورهای منطقه مهمی مراف مقتای خود باز ما به طرف جنگ داخلی میبرند باد به طرف می میبرند به طرف بدبختی میبرند بعض کشورها بسیار زود راضی میشن اگر صبح بشنوند که امارت اسلامی علی امریکا شعار میته علی سعودی شعار میته میگن زنده باد ایران میگه زنده باد اگر بشنوند پاکستان که سوا اینا سلام میگیرند تی, 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 تی پاکستان ضربه میکنم تو میزنم میگن میکن زنده با طالبای افغانی این کشورها اهداف خود دارن ولی ما در خانه خود باید ملت خود با خود داشته باشیم همون که مسلمان هر حکومتی که ملتش برش نبود قطعا ادامه پیدا کرده نمیتونه رای پیروزی حکومتی موجود بودن با ملت در کنار ملت با ملت بودن با ملت حرکت کردن بسیار تشکر سپاسگزارم سپ رای حل چی <تصفح> Uh, سداحمدي سيب محترم اول خوا ن عمارات اسلامي متانه يان کارها را بنه تا از ن توطعهها کشورها و فشارها خلاص شوه اول خويا ن همیش باد متوجه سیاستها منافقانه کشورها باشه چرا که سیاستها کشورها در قرن بم تا حد منافقانه هست که لحظه به لحظه تغير مخوره یعنی در یک لحظه به اصطلاح میتونه یک چیز بگه در لحظه دیگر میتونه دیگه چیز بگه یا یک, یا یک شخص میتونه یک یک چیز بگه شخص دیگه میتونه دیگه چیز بگه کی باید بسیار به متوجی باشه چی همسایه های همسایه ما باشه مسلمان یا غیر همسایه و غیر مسلمان باشه هر کشوری باشه یګان ترين رايشه نمياس تاک وا بازو ترين فرصت ام ياره دفو وکړم فعلا یعنی حکومت ها یا همسایې مان دعوا میکنه کی در به صلاة سمت شمال 6000 یا 2000 یاره چقدر پر مثال داشيو او جاجا بجار شده اماره اسلامي میتونه کی بازو ترين فرصت امي به صلاة افواات شونه دفو وکړم به هر طریقه طریقه ها زیاده هستن یعنی عاملا میتونه کی په جهان وانشان بده کی در اي جه هیڅ چیزی نیس او در عمل هم متوسط کی هیڅ چیزی در ريجن هیڅک ودومیاسو کې کوشش شوکې مردم را اس خود دور نکند یګنترین چيزي کې انها سيد سيف هم يادوري كردن يعني انها وحدت ملي هستند تا وخت کې در افغانستان وحدت ملي به اصطلاح يعني اني نفاق هاي کې در وخت جمهوريت بودن عصبيهات ها او ديگه چيز ها انها باید په بشكل يا به صورت كلي دور شون تا افغان ها دست به دست بدهان و به پيش برن کار كنن و امارات را خانه خود وباسلام هم خانه زندگی خود و هم خانه به اسلام ابدی خود بداند به این صورت و موضوع اخیرشان یا هستند کی جلوگیری از جبهات فکری و نظامی صورت بگیرد معمولا یگان وخت ها یعنی حکومت ها وقتی به اسلام برای خود مخالفین پیدا میکنه کی مردمی کی آنها به اسلام میخواهن کی زیر همان حکومت بطلا به شکل رعایت زندگی بکند آنها را اوګار کردن آنها را از خود دور کردن باطلا آنها را به یک نام و دگه نام جوریدن ای بسیار خطرناک واقع میشه یعنی ما شما ار بویم اگر ان قسم چیزها باشه در پنج سال ده سال عن صد درصد درهر چقدر کشوری به طلاه امنتر باشه بصلا به ام پیس افتر باشه در اوجه جبهه جنگ واز میشه چروا کی اوجه فکر تغییر میکنه وقته کی فکر تغییر کات 100 درصد اون فکری مخالف یک وخت بهصلا فکری نظامی تبدیل میشه وقته کی به فکری نظامی تبدیل شود با 100 درصد در او وقت بهصلا اگر بگویم کی بقای همان حکومت کشور در خطر می پس اینی چیزهایی هستند که ما راست می باید همیشه برشان متوجه باشه همیشه یعنی این چیزهایی که تیر شده ایرا به حس یک تجربه پیش روی خود بگیره. چرا که هیچگاه هیچ کسی به تنهایی حکومت در افغانستان نکرده هر کسی که در افغانستان آمده اگر ملت را از خود دور کرده حکمت کرده نتانسته و بقایشان نیستند در افغانستان ما یعنی به اصطلاح در زندگی این سی ساله سی و پنج ساله خود که دیدیم زیاد حکمت ها رفته و آمده پس این نتیجه شان هم یا هستند که در افغانستان حاکم شده از زور و ظلم و ستم یا بالخصوص به قسمی که سیدی صاحب یادوری کردن به حیث یعنی قدرت را به حیث غنیمت جنگی شوار نکنیم بس لا قدرت را یا چوکيوي چيزا را به حکومت را به هيسي خاني فاميلي ر حساب نكريم باید ملت را جابدهيم ملت را در اغوش خود بيګريم او از ملت مشوره را طلبيم وختي كه از ملت مشوره هاي ملت را طلبستيم درو وخت ملت يعني خود را در حکومت ميبينه وختي كه ملت خود را در حکومت دييدن بس هر چيز جوړ ميشوي او بقايش هم در امين تامين ميشوي سپاسګزارم ساداسته بنور اخرين پرسهش شما ميخواهيم داشته باشوم چه بيايد شوه ببینید یک چیز را من میخوام می اضافه بکنم از بس خارج نیستی مربوط به بس ما شما میشه جنگ جنگ رسانه است جنگ جنگ روانی است وقتی که ما میگن که در افغانستان ده میلیون مهاجر است شش میلیون معتاد است دوازده میلیون مریض روانی است جمعیت افغانستان از 80 میلیون به بالا میبرند یا مثلا در مجموعی را حساب میکنه چی از ای از آن آمه را به اصطلاح خالی کردن و همو افکار خودشان یا دید خودشان از امارت اسلامی تقاضای ما سمیمانه همی است که به حمایت رسانه های افغانستان به هر شکل ممکن که است یا حمایت بکنن و جنگ تبلیغاتی باید مثل جنگ نظامی وره باید همزمان پیش بروند که نگذارن که افغانستان را بیثبات بکنه وقتی رسانه های بیرونی برای درز انداختن برای نفاق انداختن برای استلام مواجه کردن مردم کار میکنه باید رسانه های داخلی ما برای اتفاق اتحاد و همبستگی کار بکنه دو دانشگاهی که یا پانتونایی که در افغانستان از با سرمایه کلان ساخته شده به هر شکل ممکن یا را حمایه بکنن، تنظیم بکنن، ترتیب بکنن و جوانای افغانستان امید بدن که بیاین تحصیل خود ادامه بدن بعد از فراغت بر شرایط کار مساعد شود و در مجموع بر ملت افغانستان امید داده شود که فرصت ها مساعد شود و ملت افغانستان که بعد از 43 سال جنگ بیرون شدن اینا به نوازش نیاز داره اینا به همکاری نیاز داره امکانات که میاید عادلانه تقسیم شود ماش معیوب، ماش معلول، ماش معذور، ماش متقاعد شرکت هایی که در افغانستان فعالیت داره اینا شرایط ذهن مردم از سیاسیگری باید بکشند مردم عوام باید زندگی آمیانه خودشان رو داشته باشد با فکر بقای حیات خود و تربیه و تعلیم و تحصیل و تربیه فامیل خود باشد آلا متاسفانه وضعیت به حد بیرونی بر ما سیاسی ساخته که در هر جای بیشینی با هر کس صحبت بکنی بحث سیاسی است و زندگی خود متاثر از وضعیت سیاسی میدانه وضعیت ما باید به با هر شکل ممکن تغییر بده محمیدی که یادآور شدن حمایت ملت باعث میشه که جلو تمام بدبختی ها و ناباسامانی ها رو بگیره مثل بعضی کشورها رو میگه که در اندونزیا یا مالزیا یک فرهنگ است که اگر دوز دوزدی کرد اگر افشا شد خدا باید به با پلیس تسلیم بکنه اگر نه توسط ملت یعنی انگیزه از و ضد دوز ضد فاسق ضد فاجر ما خود ما ملت ما باید باشیم باید ما کار بکنیم تا بتونیم مردم رو در روشنی قرار بدیم این است راه نجات ما و ای راست راه رستگاری ما که ملت و حکومت دست و دست هم بده و جلوی همین و و چالش ها را باید بگیرم سپاس گزارستم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس شما که بیننده یه تا امشب بودید خدا نگهدار.